عنوان دستیار ویژه اوباما را داشت و تا روزی که دونالد ترامپ به قدرت رسید اینجا در کاخ سفید کار میکرد او همچنین یکی از مذاکره کنندگان در گفتگوهای هسته ای بود با او در مورد نتیجه سیاست های آقای ترامپ یک سال پس از خروج از برجام و چشمانداز این توافق صحبت کردم خیلی سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بی بی سی فارسی گذاشتید شما یکی از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا بودید در گفتگوهای هسته‌ای من از آقای کری جان کری وزیر خارجه سابق پرسیدم قبل از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه که اگر یک جمهوری خواه به قدرت برسه و از برجام خارج بشه چه خواهد شد و ایشون گفت که چنین چیزی ممکن نیست چه شد که شما اینقدر ازیابیتون غلط حساب دارید به یاد آوردن اون چون روزها در ذهنمون میگذشت سخته در آمریکا یه سنت سیاسی وجود داشته که حتی وقتی دولت جدید در واشنگتن با دولت قبلی اختلاف داره کم و بیش به توافقهای دولت قبلی احترام میگذاشت ممکن بود سعی کنن بعضی توافقها رو کمی تغییر بدن ولی اینکه به شکل یک جانبه به طور کامل از اون خارج بشن زهنه ذهن هیچ از ما در تیم آقای کری خطور نمی کرد. که حتی امکان چنین چیزی وجود داشته باشه که رئیس جمهور کشور ما بدون کمترین دلیلی وقتی ایران کاملا به مفاد توافق هسته ای پایبنده اون رو نقض کنه نه فقط ما که خیلی های دیگه هم چنین پیش بینی نمی کردن. این چیزیست که آیا طرف ایرانی هم نگرانی در موردش داشت و اگر داشت شما چگونه اونها رو بهشون اطمینان دادید که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد Well, so well, well, هر طرف مذاکرات این نگرانی را ترح کردند که چه خواهد شد اگر چنین سناریوی رخ بده من یادم جواد زریف وزیر خارجه ایران میگفت ما چه تضمینی داریم که رئیس جمهور آینده شما توافق هسته ای رو نقض نکنه ما گفتیم ما چه تضمینی داریم که رهبر فعلی یا بعدی جمهوری اسلامی نظرشون را عوض نکنند و پا پاسخی که دادیم این بود که بله هر دو سوی مذاکره ممکن در آینده توافق را نقذ کنند و ما باید تلاش کنیم توافق رو کنیم. که منافع همه طرف این درش گنجانده بشه تضمینی بهتر از این وجود نداره به خصوص در توافق سیاسی که برخلاف یه معاهده در مجالس کشورها تصفیب نمیشه بهترین راه حفظ اون تأمین نیازهای طرفین تا انگیزه برای خروج از اون وجود نداشته باشه آقای ترامپ وقتی که از توافق داشت خارج میشد پارسال گفت که یکی از دلایلش این بود که ایران برنامه موشکیش شامل نشده در این توافق همچنین نقش منطقه ایران و اینکه محدودیت هایی که در برجام وجود داره باید طولانی تر باشه یا دائمی بشه چقدر به اون اهداف رسیدن در این یک سالی که از برجام خارج شدن ارزیابی I mean, من رو بگذارید کنار ارزیابی خود دولت ترامپ از همه گویاتره که آیا به اهدافشون رسیدن یا نه حرف های هر خود دونالد ترامپ را البته بگذاریم کنار چون بعضی وقتا مدعی میشه که در این یک سال ایران دیگه اون کشور سابق نیست ارزیابی مقام های دولتش که خود ترامپ هم بعضی وقتا به اون اشاره کرده و اونم اینه که ایران رفتارش رو در این مدت عوض نکرده برنامه موشکش هم ادامه داره نقشش در منطقه هم همون هست که پیش از این بود در نتیجه اگر با معیارها و اهدافی که خود دولت ترامپ اعلام کرده بود بسنجیم میبینیم که با خروج از برجام به نتایجی که میخواستن نرسیدن هدف دیگه ای که مطرح کردن این بود که یه توافق بهتر جایگزین برجام کنند که در اون محدودیت های روی برنامه هسته ایران به این زودی ها رفت نشه و حتی دائمی بشه چون حتی اینکه ایران حاضر بشه با آمریکا سر مسائل هسته ای گفتگو کنه کاملا غیر قابل تصوره وقتی برجام رو نقض کردیم دیگه نمیتونیم به طرف مقابل بگیم بیا بنشینیم برای رسیدن به توافق بهتر گفتگو کنیم چون حالا به شدت به ما بی هستند تنها دستاوردی که در این یه سال داشتن این بوده که به اقتصاد ایران ضربه زدن این چیزی که مکرر در حرف های مقام های دولت ترامپ به اون اشاره میشه که ببینید چطور اقتصاد ایران دچار بحران کردیم ولی اینکه کشف جدیدی نیست خیلی معلوم بود که با بازگردوندن تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران رو بدتر می کنن. شاید فشاری که به ای اقتصاد ایران در این مدت اومده بیشتر از اونی که بعضی ناظران پیش بینی میکردن ولی مسئله اینه یعنی که از پادر درآوردن اقتصاد کشور به خودی خود نشونی از موفقیت نیست فشار اقتصادی یکی از ابزارهای در دست برای رسیدن به هدف مشخص خودش هدف نیست و دولت ترامپ در رسیدن به این هدف که تغییر رفتار ایران بوده به جایی نرسیده ولی اونها استدلال میکنن که هنوز باید وقت داد یعنی یک سال و نیم دیگه هنوز این دولت دست کم در دوره اولش در قدرت خواهد بود شاید این فشارها اون وقت منجر به تغییر رفتار ایران بشه من میگم هیچ نشانی برای چنین وضعیتی وجود نداره گروه بینالمللی بحران که من ریاستش رو دارم یه گزارش مفصل در این مورد منتشر کرده در اون نشون دادیم که هیچ رابطه بین افزایش فشار اقتصادی و رفتار دولت ایران وجود نداره یعنی به صرف افزایش فشار شما نمیتونید سیاست های طرف مقابل رو تغییر بدید حتی در مواردی کشور تحت فشار واکنش تندتری نشون میده تا دست بالا رو پیدا کنه یا ثابت کنه که در برابر ضرباتی که میخوره سکوت نخواهد کرد این سیاست تهاجمی دولت ترامپ ریسک جدی ای هم داره اون ریسک اینه که با افزایش فشار ایران در منطقه دست به اقدامات تلافی جویانه بزنه یا اینکه به کل از برجام خارج بشه هر دو اینها خطرناکه کسانی که فکر میکنن با یکی دو سال فشار بیشتر ایران جا خالی میکنه و امتیاز میده با تاریخ و معادلات منطقه و ایران آشنا نیستن و دارن قمار میکنن قماری که ریشه در واقعیت های موجود نداره این البته دفعه اول نیست که بعضی کشورها به امید تغییر سیاست یک کشور دیگه از این ابزار فشار اقتصادی استفاده میکنن و مواردی که موثر بوده بسیار کمه و در مورد ایران هیچ نشونی وجود نداره که به نتیجه مورد نیاز برسه مگر اینکه همراه با فشار اقتصادی یه مسیر دیپلماتیک واقع گرایانه و آمادگی امتیاز دادن متقابل وجود داشته باشه این دقیقا همون چیزی که در گفتگوهای برجام رخ داد و به نتیجه رسید کسی نمیتونه انکار کنه که فشار اقتصادی در روابط بین نقش بازی میکنه و یه ابزار مهمه ولی فشار خالی بدون دیپلماسی به امید تسلیم کامل طرف مقابل معمولا با شکست مواجه میشه اینطور نیست که اگه بیشتر فشار بیاریم فردا ایران دستاشو بالا میبره و میگه من از امروز سیاست منطقه ایم رو تغییر میدم به خصوص که اونها با استناد به حرفهای مقامهای دولت ترامپ حس می که هدف اینجا تغییر رژیم در تهرانه که این خودشون ها رو بیشتر قانع می که ایستادگی کنن چون مسئله مرگ و زندگیه و در عمل اونها از ابزارهایی که برای بازدارندگی مقابله به مثل و قرار گرفتن در موقعیت مساوی قرار دارن استفاده کامل خواهند کرد هیچ منطقی برای این تصور وجود نداره که سیاست فعلی دولت ترامپ به نتیجه میرسه همونطور که گفتم اقتصاد ایران در پی این تحریم ها آسیب جدی دیده و خواهد دید و اگر این به تنهایی هدف اون وقت دولت ترامپ میتونه بگه به نتیجه مورد نظرمون رسیدیم اما این نباید و نمیتونه هدف باشه هدف باید اونطور که خود دولت ترامپ گفته تغییر رفتار ایران و تغییر در بعضی بخش های توافق باشه کمترین دلیلی وجود نداره که سیاست کنونی دولت آمریکا به هیچ یک از این اهداف برسه. خود آقای ترامپ کمتر ولی تیمش خیلی روی ایران متمرکز هستن. وزیر خارجهش مشاور امنیت ملیش بخش بخش بزرگی از سیاست خارجیشون متوجه ایران هست، در موردش حرف میزنن. علت این فکر میکنید ارزیابی شما از اینکه علت اینکه این همه روی ایران متمرکزن چیست؟ پیش از اینکه پاسخ این سال رو بدم برای سال قبل این رو هم اضافه میکنم که پیش از گفتگوهای برجام، آمریکا و متحدانش و حتی کشورهایی که متحدمون نیستن مثل چین و روسیه به کمپین فشار اقتصادی به ایران پیوستن. و همزمان با این فشارها ایران تعداد هاش رو افزایش داد و فقط وقتی یه پیشنهاد واقع گرایانه که غنیسازی در ایران رو به رسمیت شناخت روی میز گذاشتیم تونستیم می به نتیجه برسیم در نتیجه فشار خالی بیفاید است اما اینکه چرا دولت ترامپ تا این حد روی ایران تمرکز داره پرسش بسیار به تصور من اینه که ترکیبی از عوامل مختلف یکیش این آتش ترامپ برای نابود کردن همه دستاوردهای باراک اوباما است و یکی از اصلی ترین اگر نگیم اصلی ترین دستاورد سیاست خارجی آقای اوباما همین برجام بود یه وچه ایدئولوژیک دیگه هم داره ایدئولوژیک و سیاسی البته اینو در بین تعدادی از مقام های ارشد دولت میشه دید اونها ایران رو دشمن میدونن چون میگن ایران به نیروهایی در منطقه کمک میکنه که ضد آمریکا و ضد اسرائیل هستند. و ایران در مواردی مستقیما و بدون واسطه علیه منافع آمریکا اقدام هایی کرده علت دیگرش اینه که متحدان آمریکا در خاور میانه از اسرائیل تا عربستان و امارات معتقدند ایران تهدید شماره یک و آمریکا باید با فشار بیشتر یا سیاست های رژیم رو تغییر بده یا خود رژیم رو در نتیجه همه چیز دست به دست هم داده تا این طوفان ایجاد بشه سیاستی که اوباما داشت و ترامپ از زمان تبلیغات انتخاباتی به اون میتاخت و خیلی دوست داره که به طرفدارش نشون بده به وعده های انتخاباتیش از جمله حرفهایی که علیه برجام زده عمل میکنه سیاستی که متحدان آمریکا در خاور میانه از اون به شدت استقبال میکنن و دید خیلی منفی که میان مقام های فعلی دولت ترامپ به ایران وجود داره حتی معتدل ترین ها مثل وزیر دفاع ترامپ در دو سال اول هم نسبت به ایران نگرانی داشتن که البته او هم استعفا داد در نتیجه هیچ وزنه جدی در داخل دولت ترامپ نمونده که بتونه بگه این سیاست غلطه یا ممکنه پیامدهای منفی داشته باشه.

think sure if Iranian quite different. I think بله میتونستن گام های بردارن. البته اگر از یه مقام ایرانی همین سال رو بپرسی احتمالا میکن نه. ولی به نظر من در یه سال خورده ای که بین امضای توافق و پایان ریاست جمهوری آقای اوباما وقت بود فرصت خوبی وجود داشت چون ما در دولت آقای اوباما خیلی صریح به ایران گفتیم که ما مشتاقیم از برجام به عنوان یه الگو برای حل دیگر مسائل دو جانبه به خصوص مشکلات منطقه استفاده کنیم و همونطور که میدونید آقای اوباما حاضر بود با آقای روحانی در حاشیه نشست سالانه سران کشورها در سازمان ملل دیدار کنه ولی خب طرف ایرانی حاضر به این دیدار نشد و دلیلی هم که داشتن یا دست کم یکی از دلایلشون این بود که میخوایم صبر کنیم ببینیم آمریکا برجام رو درست اجرا میکنه یا نه که همون وقت هم شکایت میکردن که دولت اوباما اونطور که باید و شاید تحریم های بانکی و غیره رو کاملا بر نداشته. توضیح دیگری که دادن این بود که دیدار دو رئیس جمهوری و مذاکرات برای حل دیگر مسائل درست بعد از برجام از نظر سیاسی حزمش برای مخالفان آقای روحانی مخصوصا در ایران سخت بود. و هزینه سیاسی زیادی ایجاد میکرد دلیل آخرشون هم البته اینکه رهبر جمهوری اسلامی خیلی به آمریکا با شک و تردید نگاه میکرد و نیاز بود اعتمادسازی بیشتری بشه تا بعد بشه گامهای بعدی رو برداشت تحلیل من اینه که ایران در اون یه سال خورده ای فرصت خوبی داشت که بگه بیایید مسائل موجود رو حل و نقاط تنش رو تا جایی که ممکنه در این مدت کم کنیم که اونها این گام رو بر نداشتن از دید ما در دولت آمریکا یه فرجه خیلی خوب بود که ایران میتونست از اون بهره ببره و به روی که برجام به عنوان دستاورد خیلی موفقی فراهم کرده بنایی برای رفع دیگر اختلافات بین تهران و واشنگتن بسازه یادمون باشه که آقای اوباما ریسک سیاسی زیادی برای مسئله هسته کرده بود و در بخش سختش که به کرسی نشوندن برجام بود پیروز شده بود و فضای سیاسی برای برداشت گام‌های بیشتر با ایران رو داشت که اون فرصت از دست رفت ولی اینکه آیا اگر ایران از اون فرصت استفاده میکرد و بعضی از دیگر مشکلات بین ایران و آمریکا حل میشد ترامپ باز هم میتونست همه دستاوردها رو به باد بده و زمان رو به عقب برگردونه نمیدونم ممکنه خیلی سخته بشه قضاوت کرد ولی قطعا به هم زدن برجام اگر نقاط تنش بر سر مسائل منطقه و مشکلات دو جانبه کاهش پیدا کرده بود برای دولت ترامپ سختتر میشد میدونم که پاسخ مقام های ایرانی که ما در دولت اوباما هم متقابلا پس از برجام به سرعت کافی گام های بلند برای حل مشکلات رو بر نداشتیم. ولی ما هم محدودیت های سیاسی داخلی خودمون رو داشتیم اینطور نبود که هر کاری دلمون میخواد بکنیم حتی در یه سال اول ترامپ هم شاید فرصتی بود مثلا در نشست سازمان ملل که ترامپ برای اولین بار به با عنوان رئیس جمهوری شرکت کرد جالبه که درست در همون روز که او در سازمان ملل به حکومت ایران حملات تندی کرد چندین بار مشتاقانه خواستار دیدار با آقای روحانی شده بود اگه ایران به این دیدار نه نگفته بود آیا در رفتار آقای ترامپ تاثیر میگذاشت نمیدونم ولی وقتی به رفتار ترامپ در برابر کره شمالی بعد از دیدار با رهبر اون کشور نگاه میکنیم شاید بشه این نتیجه گیری رو کرد که اگه روحانی با ترامپ دیدار میکرد و از متفاوت میبود البته ممکن هم بود با توجه به اینکه برخلاف کره شمالی که همسایگانش از بهبود روابط با آمریکا با اون کشور استقبال میکنن متحدان آمریکا در خاور میانه درست برعکس خواستار تنش بین تهران و واشنگتن هستند یه دیدار چیزی رو تغییر نمیداد ولی نمیشه این ایده رو رد کرد که شاید فضا در صورت دیدار ترامپ و روحانی به این تندی نمیشد ولی این دیدگاه در تهران رو هم میفهمم که میگن این فقط در حد عکس یادگاری بود که در عمل هیچ تغییری در شرایط ایجاد نمی کرد. چون اطرافیان ترامپ مصمم بودند ایران را هدف قرار بدن صرف نظر از اینکه روحانی با ترامپ دیدار می کرد یا نه At least out of historical intellectual curiosity, it would have been interesting to know what that kind of meeting, a meeting between President Rouhani and President Trump, I think many people would have paid a lot to, to witness it. هم آقای کری هم فکر می‌کنم شما با طرف ایرانی دیدار کردید بعد از به از زیستن آقای ترامپ و بر گزارش ها به اونها گفتید که سعی کنید به دولت ترامپ بهانه ندید و در برجام بمونید ارزیابی شما از پاسخ ایرانی ها در این گفتگوهای غیر رسمی چیست؟ so, I mean, I meet with Iranian officials regularly, and من I mean, the, the president of the بله من پیوسته با مقام های ایران در گفتگو هستم. کار ما در گروه بین المللی بحران دقیقا همینه که سعی کنیم با تماس با همه طرفین. راهی برای کاهش تنشها ها و احتمال جنگ پیدا کنیم و الان نگران هستیم که با توجه به نقاط مختلف در منطقه که ایران و آمریکا در اونها در برابر هم حضور دارن ممکنه یه اشتباه محاسباتی یا حتی یه اقدام عمدی منجر به یه رویارویی فاجعه بار نظامی بشه تحلیل من تا اینجای کار اینه که مقام های ایران در محاسبه هزینه و فایده برجام هنوز هم در مجموع معتقدند بهتر در توافق بمونند با اینکه فقط یک ذره از منافع اقتصادی که بر اساس توافق باید میبردند به ایران رسیده ولی روابط دیپلماتیکی که بر پایه برجام وجود داره همچنان اهمیت داره چون اگه ایران هم توافق و نقض کنه اون وقت اروپا هم در مقابل با ایران به آمریکا میپیونده به جای وضعیت فعلی که اروپا بر سر ایران در برابر دولت ترامپ قرار گرفته این شرایط دیپلماتیک مطلوبتری برای تهرانه به ویژه که اروپایی ها در عمل هم گام هایی برداشتن گویی که میدونیم از دید ایران این گام ها کافی نیست ولی اتفاقا از انتظاری که ما اینجا داشتیم در رویارویی با دولت ترامپ فراتر رفتن ولی اینکه ایران در هفته ها و ماه های آینده چه خواهد کرد به نظرم به سه عامل یا اغربه سه ساعت متفاوت بستگی داره اغربه اول مال ساعت تحریم هاست به این معنی که نگاه میکنن ببینن با وجود افزایش فشار تحریم های آمریکا تا چه حد هنوز هم میتونن در حاشیه این فشارها به خاطر وجود برجام یه سری منافع حداقل اقتصادی رو ببرن اگر اغلب این ساعت به جایی برسه که هیچ سود اقتصادی از برجام نبرن اون وقت ممکنه تجدید نظر کنند تقریبا ساعت بعدی به فضای سیاسی داخلی آمریکا مربوط میشه. اگه مقام های ایران حس کنند که ترامپ به سمت شکست در انتخابات بعدی میره، اون وقت ممکنه شرایط سخت رو مثل کسی که نفسش رو در سینه حبس کرده و زیر آب مونده تحمل کنند. به این امید که رئیس جمهوری جدید بیاد و فضا عوض بشه. تقریبا آخر هم مال ساعت فضای سیاسی و انتخاباتی خود ایرانه. هرچه به انتخابات نزدیک ترشیم به تب محاسبات مراکز قدرت در ایران هم ممکنه عوض بشه در مجموع فکر کنم تا این لحظه با وجود فشارهای دولت ترامپ اند نیروها از جمله دیدگاه رهبر ایران اینه که تا مدتی دیگه در برجام بمونند اینکه این مدت چقدره به حرکت اون سقربه بستگی داره به خصوص اغلبه سیاست داخلی آمریکا و افزایش یا کاهش احتمال شکست ترامپ در انتخابات اگه به نظر بیاد که ترامپ احتمالا دوباره انتخاب میشه ممکنه برن به سمت اثرگیری برنامه هسته ای تا بتونن دست بالا رو در مقابله با ترامپ پیدا کنند. اگه ببینن ترامپ به سمت شکست میره به خصوص با توجه به اینکه تقریبا همه ای کاندیداهای دموکرات وعده دادن اگه رئیس جمهورشان به برجام برمیگردند احتمالا صبر میکنن put in a positions of, of of greater relative strength than they would be today. البته که اگر آقای ترامپ مجددا انتخاب بشه دقیقا به چه سمت خواهیم رفت خیلی‌ها میگویند که اون وقت است که احتمال جنگ خیلی افزایش پیدا می‌کنه. جنگ پیش بینیش سخته ترامپ یه شخصیت دوگانه داره در این مورد از یک سو در دوران تبلیغات انتخاباتی ترامپ علیه جنگ هایی که آمریکا درگیر اونهاست خیلی صحبت کرد حتی از زمان به قدرت رسیدن هم نشونه های بروز داده که ترجیح میده نیروهای آمریکایی مثلا از افغانستان و سوریه خارج بشن از طرف دیگه وقتی به ایران میرسه بسیار تند صحبت میکنه و من حتی از مقام های دولت ترامپ شنیدم که ترامپ چند بار پرسیده چرا ایران رو نمیزنیم منظور از دادن اینجا البته حمله تمامیار نیست بلکه بمباران محدود هوایی مخصوصا بعد از حملات راکتی حوسیها ها به عربستان و امارات و حمله به کنسولگری آمریکا در بصره ترامپ میخواسته علیه ایران بمباران تلافی جویانه انجام بده. این دوگانگی شخصیتی الان هم باقیه. فکر نمی ترامپ تن یه جنگ تمام ایار بده. ولی سناریویی که محتمله در صورت انتخاب مجددش اینه که ایران چهار سال فشار اقتصادی دیگه اون هم در حالی که بیکاری و قیمت دلار همه در حال افزایش رو تحمل نمی کنه و از برجام خارج میشه. و شروع به افزایش ظرفیت برنامه هستیش میکنه تا دوباره با دست پرتر به مذاکرات برگرده. چون در موقعیت ضعف با ترامپ گفتگو نخواهند کرد تجربه چند دهه جمهوری اسلامی نشون میده تلاش خواهند کرد با دست بالا با آمریکا وارد مذاکره بشن سالی که پیش میاد اینه که واکنش آمریکا یا اسرائیل به اثرگیری برنامه هسته ای چه خواهد بود بازی پر ریسکیه به همین دلیل هم کل این خروج از برجام از اولش یه حرکت پرخطر بود الان در کاخ سفید مقام های اطراف ترامپ به خودشون میگن خب ما هم خدا رو داریم هم خورما رو یعنی هم ایران رو تحریم کردیم هم ایران از توافق هسته خارج نشده ولی این تصور که وضع به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد تصور خامیه چون در صورت انتخاب مجدد ترامپ و از سرگیری برنامه هسته‌ای کاخ سفید در برابر دو گزینه قرار میگیره یا باید برگرد سر میز مذاکره و امتیاز بده یا باید به فکر جنگ برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای باشه جنگی بسیار پر ریسک. این دقیقا همون هایی است که آقای اوباما باهاش مواجه بود و تصمیم گرفت به جای جنگ به توافق برسه در نتیجه این احساس رضایت و موفقیت که مقام های دولت ترامپ الان دارند پایدار نیست در یه مقطعی دیر یا زود ایران واکنش نشون خواهد داد و حتی اگه به فرض محال واکنش نشون نده تنها دستاورد این سیاست تضعیف شدید اقتصاد ایران بوده که این دستاورد است نتیجه نداشته چون بعد از 6 7 سال پایبندی به توافق بر اساس خود توافق ایران حق داره برنامه هسته‌ایشو از سر بگیره سیاستی که میتونست و هنوز هم میتونست سایه جنگ بسیار فاجعه رو دور کنه پایبندی و بازگشت صادقانه آمریکا به برجام و اعتمادسازی با هدف گفتگو جدید با ایرانه که با استفاده از الگوی برجام مسائل دیگر رو هم حل کنند از جمله خواسته هایی که ایران داره برای مثال لغو همه تحریم هاست که راه رو برای دوست و کامل خود آمریکا و ایران هموار کنه در مورد گزینه ای که آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه هر صدیم حالا در مورد گزینه ای که اگر شکست بخوره بعضی از دموکرات هم تو که اشاره کردید تو که کاندیدا هستن گفتن میخوان برگردن به برجام ولی کسانی هم هستن که میگویند به خاطر اون محدودیت هایی که منقضی میشه در برجام باید یه گفتگوی دیگری صورت بگیر. چقدر اطمینان دارید که حتی اگر یکی از این دموکرات ها موفق باشه واقعا به برجام برگردن و بعد بارد و صحبت ها و جدید بشن؟ من با همه کاندیداهای دموکرات حرف نزدم. ولی احساس می کنم تصور غالب در میان اکثر کاندیداهای دموکرات این خواهد بود که اول آمریکا باید برگرده به برجام چون بازگشت و تعلیق تحریم ها ما رو در موقعیتی قرار میده که میتونیم با ایران گفتگو کنیم چون اگه اول بدون شرط به توافق پایبند نشیم ایران انگیزه برای گفتگو نداره چرا باید با نقض کننده برجام حرف بزنند؟ پس باید اول برگردیم به خصوص که دموکرات ها در دوران تبلیغات انتخاباتی شعارش رو خواهند داد. پس امیدواری و اطمینان بالای من اینه که اگه دموکرات پیروز بشه به توافق برخواهد گشت. چون سه سال نقض برجام از دید ایرانی ها خودش کلی بد اهدیه. بعد میتونیم به ایران بگیم ببینید همین سه سال سخت نشون داد که چقدر وضعیت بین دو کشور شکننده است و ما باید مشکلات بنیادین دیگر رو یکی یکی حل کنیم تا بهبود روابط تهران و واشنگتن این بار پایدار بمونه و اینکه خود شما هم از اجرایی نشدن کامل برجام حتی پیش از ترامپ گله داشتید پس بیایید مسائل رو در یک گفتگوی جدید کاملا حل کنیم شما لغو کامل تحریم ها رو میخواهید و ما تمدید محدودیت های موجود بر روی برنامه هسته ای رو اگه به برجام بازگشته باشیم دست کم این شانس رو داریم که این موانع و نگرانی های هر دو طرف رو رفع کنیم اگه باز نگردیم و شرط بگذاریم اون یک ذره احتمال موفقیت و گفتگو رو هم نخواهیم داشت. من با چند تا از کاندیداهای دموکرات و مشاورشون صحبت کردم و همهشون با این نظر موافقند که در صورت پیروزی و به محض ورود به کاخ سفید باید اول به برجام برگردیم. of having that discussion. However difficult it's going to be, and I don't want to sound naive about it, but at least you have a chance. You have no chance of doing it while the U.S. is in violation because then you don't give uh, Iran any incentive. How oil to zero? To zero? No, I don't think, uh, I don't know that people really are, uh, think that. I think they could bring... that they have <inaudible> reached <brought inaudible> <them down inaudible> <inaudible> شکی نیست که دولت ترامپ نشون داده که تونسته از همه زرفیت هاش برای فشار به ایران استفاده کنه و شاید بیشتر از اون چه ایران انتظار داشت موفق بودن به خصوص در کاهش فروش نفتشون در رابطه با چین صفر اما فکر نمی کنم خود ترامپ هم از نتیجه اون در افزایش قیمت بنزین در آستانه انتخابات راضی باشه مسئله همونطور که گفتم اینه اگه هدف وارد کردن ضربات سخت به اقتصاد ایران بوده دولت ترامپ موفق بوده اما اگه هدف این بودی که رفتار ایران رو تغییر بدن یا اونها رو وادار به مذاکره جدیدی برای برجام جدیدی بکنن تیم ترامپ شکست خورد و در مجموع وقتی نگاه میکنید به این شرایطی که درش هستیم اساسا آیا امیدوارید که ما در یک روزی از این پارادایم چهل ساله مقابله و تنش خارج بشیم؟ yes, I mean, how much time it will take. I'll say, you know, obviously having spent uh, and I'm, um, you know, the whole team and بله البته نمیدونم چقدر زمان میبره ولی این رو بگم که اگر در زمان اوباما به برجام نرسیده بودیم الان در وضعیت به مراتب بدتری میبودیم و احتمال جنگ بسیار جدیتر میبود در نتیجه قبول ندارم که برجام بیفایده بوده تصمیم درستی بود تا امروز هم علاقه فشار ترامپ دوام آورده و ثابت کرده که دستکم سر یه موضوع مهم که همه حتی اسرائیل میگفت مسئله مرگ زندگیه میشه به توافق رسید برجام باید الگویی باشه برای حل دیگر تنشهای موجود در رابطه ایران آمریکا در گفتگوی جدی با اراده برای رسیدن به توافق یک بار به نتیجه رسید و با وجود اینکه اختلافهای دیگه هر دو کشور جدی هستند و حلشون ساده نیست ولی بله تغییر میان تهران و ممکن ممکنه آیا میتونه به با اندازه باشه که میگید اون ممکنه زمان بیشتری باشه.